بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل از اینکه درس رو شروع کنیم دست دعا برداریم پیش خداوند بزرگ. ای پروردگارا، ما و بینندگان ما تقاضا داریم که به چشم و گوش و روح و خلق و خلقت و اخلاق و خانواده ما برکت بدید و به زندگی ما و به عمل ما برکت بدید. نیکی های من را بپذیر، از بدی های من درگذر. ما درجات بزرگ از بهشت را از تو تقاضا مندیم. ای بار خدایا، ما از اینکه گرفتار شقاوت بشویم و از بدی های تقدیر و از شماتت دشمنان به تو پناه میبریم. ای مقلب القلوب، ای گرداننده دلها، دلهای ما را بر دین خودت و توحید خودت ثابت قدم نگهدار. ای گرداننده دلها و چشمها، دلهای ما را بر طاعت و عبادت و توحید خودت استوار بگردان. ای پروردگارا، ما را مغفرت کن و بر ما رحم کن و از ما راضی باش و اعمال من را بپذیر و بهشت را نصیب من بفرما و از آتش نجات من بده و همه امور ما را اصلاح بگردان. ای بار خدایا، ما و بینندگان موحد من و امت اسلامی را برکت بده و بر عدد ما بیفزای و ما اکرام کن و اهانت را از ما دور نگهدار. ما را از محرومان قرار مده، نعمتهایت را بر ما ارزانی بدار. ای پروردگارا، بر ذکر خودت و شکر خودت و نیک عبادت کردن خودت ما را یاری کن و سرانجام همه امور ما را به خیر بگردان و ما را از خزی و رسوایی دنیا و عذاب آخرت نصیب نجات بده. ای پروردگارا، چنان خشیت و خدا ترسی نصیب ما بفرما که بین ما و بین معصیت مانع شود. چنان طاعتی نصیب ما بفرما که ما را به جنت برساند. چنان یقینی و ایمانی نصیب ما بفرما که مصیبت های دنیا را بر ما سبک سازد. ای پروردگارا، ما را از گوش و چشم و دل و جوارح من مستفیض بفرما. مادامی که زنده هستیم اینها را از ما نگیر. ای پروردگارا، کسانی که بر ما ظلم کرده اند انتقام ما را ازشون بگیر و کسانی که با ما عداوت میکنند ما را بر اونا پیروز کن و همه دنیا را همه غم ما را دنیا مگردان و در دین ما مصیبتی نیار
و به خاطر گناهانمون کسانی را بر ما مسلط نکن که از تو نترسند و بر ما رحم نکنند. ای پروردگارا، ما موجبات رحمتت را ازت می خواهیم و از هر نیکی نصیبی بر ما بگردان و از هر شری ما را دور نگهدار. ما و بینندگان من را از آتش دور نگهدار و به بهشت برسان. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. حمد بی حد شکر بی پایان تو را ای یگان خالق ارض و سما، چون جز تو ما را نیست معبود اله، مقصد و ملجا ملاز و همپنا. ما فقط یاریز تو خواهیم و بس، در مقام بندگی در هر نفس. مستعان ما تو ای یارا فقط، استعانت از سوای تو غلط. جز به فرمان تو ای دانای راز، تو غنی مطلقی ای کارساز. کل عالم را به تنهایی تو بس، خلق محتاج تو اندر هر نفس. یاری تو کل عالم را بس است، جز تو را هر کس بخواند ناکس است. غیر تو عاجز فقیر و ناتوان، جمله محتاج تو اندر دو جهان. استعانت از خلایق ناروا، در اعانت عجز دارد ما سوا. قادر مطلق تویی ای ذوالجلال، تو سمیعی و بصیر و لایزال. ما شهادت می دهیم ای کردگار، نیست و نبود غیر تو پروردگار. هم محمد بنده ای مرسل تو را، بر مسلمانان عالم مقتدا. بی عدد بی حد صلات و هم سلام، بر محمد مصطفی خیر الانام. هم به روح آل و هم اصحاب او، بر تمام عترت و احباب او. ای خدا، ای ارحم از هر مادری، جز در تو نیست بهر مادری. رهروان راه حق را حفظ کن، شرک و بدعت را بکن ریشه زبون. بر و تقوا را بکن بر ما نصیب، ای خدا ای بندگانت را مجیب. صلی یا رب علی خیر رسول، هادی الخلق الی خیر السبل، و علی آله و صحبه اجمعین، و ارحم اللهم شافی یا معین. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حق جویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که در خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به لطف و منت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح بهترین سخن که خداوند به فضل و منت خودش من و شما را در سراسر دنیا از میان صدها بلکه هزاران تلویزیون فاسد و مفسد پر از شرک و بدعت برگرد کتابش جمع کرده و چنین توفیقی داده، این از فضل خداوند است.
و خداوند به شما خیر بدهد که ما را هم مهمان خانه های خودتون قرار داده اید. در چنین جلسه ای که تفسیر کلام خدا می شود و فرشتگان رحمت بر کسانی که بر چنین جلساتی می نشینند دعای مغفرت می کنند و بال رحمتشان را بر سرشان می گشایند. خداوند دعاهایشون را در مورد من شما بپذیرد. در شرح بهترین سخن رسیدیم به جلسه دوم در شرح این آیه و جلسه 44 در شرح آیاتی که در این سوره هست راجع به عمل کرده با منافقان و دورنگان و تقیه بازان. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اونهایی که مسجد زیانبار بنا کردن، مسجد که خانه خداست، اگر از راه توحید منحرف شود زیانبار می شود. تا چه رسد به تکیه و خانقاه و فاطمیه و زینبی و بقیه شرک خانه ها و بدعت خانه هایی که هر روز اضافه می کنند بر دین. اونهایی که مسجدی گرفتن زیانبار، مسجد ضرار، ضرر آور، به خاطر کفر و تفرقه بین مؤمنان و بین موحدان و ارصاد لمن حارب الله و رسوله، اینکه کمینگاهی باشه، اینکه سنگری باشه برای کسانی که با خدا و رسول می جنگند. اگر امامی می بود دروغ نمی بود، کل امامت دروغ بزرگ نمی بود، اینجا جاش بود که ذکرش کنه. چرا خداوند همه جا خدا و رسول رو ذکر میکنه؟ از امامت خبر، از امامتی که از رسالت بالاتر است، چرا حرفی نمیاره؟ بلکه دروغی بیش نیست، یه دروغ گنده. این دروغ گنده آخوند فربه کرده، این همه مراجع دروغگو به خاطر این دروغ گنده مفت میخورن. ورزا اینا مذهب ضرار بر مبنای مسجد ضرار درست کردن. با مسجد ضرار شروع شد، بعد پیغمبر تراشی، بعد امام تراشی، بعدم مذهب تراشی، فرق تراشی. شرک رو در قالب اسلام آوردن، بدعت رو در قالب اسلام آوردن. ورزا پیغمبر می فرماید صلی الله علیه و آله و سلم، کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر بدعتی زلالت است و هر زلالتی انسانو به جهنم میکشونه، به آتش میکشونه. چه زلالتی، چه بدعتی بالاتر از بدعت امامت و امام زمان، قبر پرستی و شرک مطلق و سینه زنی و زنجیر زنی و والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا. اونهایی که مسجد زیانبار بنا کردن به خاطر کفر و تفرقه بین مؤمنان و به خاطر اینکه سنگری باشه برای کسانی که با خدا و رسول می جنگن. و قبل از اینکه کفر و تفریق بین مؤمنان باشه، سنگری باشه برای جنگ با خدا و رسول. در صورتی که ولا یحلفون ان اردنا الا الحسنى، قسم میخورن. پس این قسم های دروغین، این تقیه دروغین از قدیم منافقان داشتن، چیز تازه نیست که مراجع خونبار و شکنباره مده تشیع بگن که آه نهده هم دین ما تقیه، لیکن اینا گنده ترش کردن.
ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، قسم بخورات كما قصد خير دارين، والله يشهد إنهم لكاذبون. خداوند شهادت میده که اینا با بنا کردن مسجد زرار دروغ میگن. مسجد برای جمع شدن مؤمنان و موحدان برای عبادت، برای قلیون کشیدن نیست، برای نوه خانی نیست، برای نصف لخت شدن و سینه زدن و دم کردن و زن، این عادت های جاهلیت نیست. و رضا قرآن میفرند جایی که محلی مسجدی ساخت شده یه مسجد دیگه بسازید که موجب تفرقه بین مسلمانان بشه، بخصوص در شهری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونجا هست، که باید همه مسلمانان در مسجد رسول در محضر او جمع بشن. و همه این حوادث بر سر پیامبر خدا علیه السلام میاد و بر جامعه‌ای که به دست خودش بنا کرده، تا اینکه برای همیشه الگو باشه برای مؤمنان. برای زمان منافقان، درنگان، تقیه بازان در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم اخلال کردند، خیلی اخلال کردند. بعضی ها گفتند که ما خانمون به مسجد رسول به مسجد از مسجد دوره، شب تاریکه و بعضی شبها بارانه، پس بیاییم مسجدی بسازیم. این بهانه ای بود و بلکه اونجا رو پایگاه نفاق و پایگاه تفرقه و دو دستگی قرار بدن. همچنان که در جلسه گذشته هم گفته شد، ابو عامر راهب که پیامبر او را ابو عامر فاسق نامید، این خودش از خودش مسیحی شده بود و به اصطلاح از راهبان اونها بود. ببخشید. الحمدلله. و به جایی که با رسول خدا دوستی داشته باشه که از قوم عرب برخواسته و به دعوتی دعوت میکنه، مردم رو میخونه که دعوت عیسی علیه السلامه، یک عیسوی درست، یک مسلمان درسته، بلکه عیسی علیه السلام مردم رو توحید دعوت کرد، بعدا ملتش منحرف شدن، سه قرن گذشت بعدا این بازی ها شروع شد. و اما این آقا علت عداوتش به رسول خدا صلی الله علیه و سلم این بود که وقتی که پیام، همچون در جلسه گذشته هم ذکر شد، وقتی پیامبر اومد ازش سلب ریاست شد، نزدیک بود مردم اونو به ریاست خود انتخاب کنن. این میگفت که هر که با محمد به جنگه من کمکش میکنم و تا روز جنگ حنین هم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم جنگید. وقتی که طایفه حوازین و ثقیف شکست خوردن، این دیگه فرار کرد، رفت شام. از اونجا به منافقان پیغام داد که شما هر قد میتونید نیرو تهیه کنید، قوا تهیه کنید، اسلحه تهیه کنید، برای من یه پایگاهی بسازید، یه مسجدی بسازید، من میرم پیش پادشاه روم، پیش قیصر، با یه لشکر از طرفش میام تا محمد رو از مدینه بیرون کنیم. برزن این منافقان یه اومدن یه مسجد درست کردن. به پیغمبر خبر نداره این حرفا رو، پیغمبر غیب نمیدونه. به رسول خدا ساسان پیشنهاد کردند که بیا برای افتتاح مسجد بیا نماز بخون. پیغمبر چون اعظم جنگ تبوک بود فرمود که در مراجعت انشاءالله. در وقت مراجعت، وقتی مراجعت کرد، یه روز قبلش که به مدینه برسه، خداوند بهش خبر داد در چون این مسجدی نماز نخون. این مسجد زرار، مسجد دروغین، مسجد شرک و نفاق، چهار صفت داشت. هر مسجدی تا قیامت این صفات رو داشته باشه مسجد زراره.
اولین صفتش این بود که باعث ضرر زدن و ضربه زدن و مسلمین بود، در مقابلشون یک چیز دیگه درست کرده، هدفشون اخلاص در دین خدا نبود. دوم کفر بود که موجب تقویت کفر بشه، موجب تقویت رومیان بشه. سوم تفریق بین المؤمنین، در میان مؤمنین تفرقه بندازن. چهارم ارصاد لمن حارب الله و رسوله، یه سنگر باشه، یه کمینگاه باشه برای دشمنان. و علامه برقی رو خدا رحمت کنه میگه اتفاقا در زمان ما اکثر مساجد موجب تفرقه و ترویج کفر و شرک و نشر مطالب ضد قرآنیه. اکثر مساجد آخوندهای شیعه یا برای تفرقه، یا برای خرافات، یا برای شرک، یا برای بدعت، مطلب قرآنی در اونجا نمیبینی، همش ضد قرآن. الان خانقاه به جای خودش که غیر خدا را علنا میخونن، اینا هم غیر خدا را میخونن، اما اونا میگن ما علی اللهیم، اینا میگن نه ما مسلمانیم لیکن یا علی مدد. فرق تو با علی اللهی چیه؟ او که علنا میگه، شما چرا علنا نمیگی؟ بگو علی خدا تمام شد رفت دیگه، نعوذ بالله. همه این دکان ها پشترش حزب‌بازی بود، همه این دکان ها، همه این مذاهب زاله به وسیله قدرت های سیاسی یا برای قدرت سیاسی ایجاد شده. ورزا اینجا قرآن احوال منافقان رو بر من شما میگه تا از اونا نباشین. این همه نفاق شما نگاه کنید، فقط در سوره توبه 44 جلسه فقط ما راجع منافقان داریم حرف میزنیم و اینا با مؤمنان حالتهای گوناگونی دارن. ورزا قرآن همش از شما ذکر میکنه و منهم و منهم یحلفون و یحلفون، چنینن چنانن، قسم میخورن. ولذا مفسران اهل علم میگن که منهم میگن مناهم توبه، از اونهایی که در توبه ذکر شده، مناهم منهم ها، یعنی از اونها از اونها از اونها. منهم من عهد الله، منهم الذين يؤذون النبي، منهم من يقول اذن لي ولا تفتني، همش در سوره توبه. و یا مثلا راجب منافقا میگه که ویحلفون ای قسم میخورن قسم میخورن. میگه قسم های توبه، قسم هایی که منافقان میخورن در سوره توبه ذکر شده. اینجا خداوند احوال منافقان رو ذکر میکنه و داستان هایی که قبل از اونها هست. انسان منافق دورنگه. خب وقتی دورنگه با خودش در جنگه، همچون که خودش دورنگه با خودش در جنگه، هم قافیه در اومد. چرا با خودش در جنگه؟ بلکه استعدادا در یک جهت باشه، انسان یک شخصیته میشه. وقتی این استعدادها شما با هم در میان خودت با هم در جنگ باشن، انسان رو تک پاره میکنن، انسان مردد یه پا این ور میبره یه پا این ور، دقت میکنی. و وقتی که نه قولشون و فعلشون تعارض داره، یه زبان داره یه قلب داره، زبانش غیر از قلبشه، زبانن مؤمنه قلبان کافره، خب اینا رو متوازن کردن اینا رو این خیلی سخته، برای نفس خیلی سخته، یعنی یک کوشش بسیار بزرگ میخواد، آخرش هم بالاخره آدم لو میره. ورزا وقتی با شیطان هاشو میشن یه سخن میگن، وقتی مؤمنان رو میبینن یه سخن دیگه میگن. ورزا خداوند داستانشون رو ذکر میکنه،
که چطور اینا ایمان به زبان اعلام میکنن و دلشون پر از کفره. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی که مؤمنان ببینن میگن ما ایمان داریم. چرا؟ موقعی که مؤمنان قوی هستن، وقتی ضعیفن نه. اما وقتی با خودشون میشن، با شیاطینشون میشن، بازم قرآن در همین آیه 14 سوره بقره ذکرشون میکنه، و اذا خروا الى شیاطینهم قالوا انا معکم، وقتی با شیطانهاشون، با آخوندهاشون، با اربابانشون یه جایی میشن میگن نه بابا ما با شما این ما ظاهران اینا رو فریب میدیم. خب یعنی وقتی که با مؤمنانن زبانشون یه چیزیه، وقتی با خودیهاشونن هر چی دلشون میخواد میگن. خب اینا تناقضه و این تناقض هم در خانواده تأثیر میذاره، هم در جامعه تأثیر میذاره، و بدتر از همین که خود انسان از داخل تکه پاره میکنه. چطور دولتی که بیاد قانون اساسی با تغییر و دروغ بنویسه، مرجعی که قانون اساسی رو با تغییر و دروغ بنویسه؟ عرض قرآن راجب اینها و امثالشون گفته که فرموده که لو یجدون ملجئا او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمعون. اینا علاکی با در جنگ با شما، اگه پناهگاهی پیدا کنند، غاری پیدا کنند، یه سوراخی پیدا کنند، فوری میرن اونجا، یا که در امن باشن، مؤمنان اونا رو نبینن، اونجا دلشون خالی میکنن، پیامبر رو سبشت میکنن، مؤمنان رو سبشت میکنن. امروز مدعیان تشیع بهترین مؤمنان جهان را که بعد از پیغمبران بالاترین افراد بشرند سبشت شو میکنند علنا تو مساجد. و اینجا هم خداوند داستان دیگری راجب احوالاتشون ذکر میکنه، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا. مسجد در عمومش محل سجده، مکانیست برای سجده، برای عبادت خداوند. هر جا که سجده کردی اونجا مسجدت شد، معنای عمومش. معنای خصوصیش مکانی که جا نمازی، شما جای وامیسه نماز میکنید، محل سجود ده. بنابرای معنای عمومیش همه زمین برای امت مسلمان مسجده، برعکس امتهای پیشین. امتهای پیشین جز در عبادتگاه هاشون نمیتونستن عبادت کنن، و الان هم مسلمان هم مسلمان هر جا میتونه عبادت، همه زمین مسجده. چقدر راحته، هر جا رسیدی میتونی نماز بخونی. و ولیکن این مسجد بودن نه به خاطر که اون مکانی که شما میخونید مسجده، نه، به خاطر خود شما و خاطر نمازگزار. نه به قول شیخ شراوی، نه به خاطر مکان، بلکه به خاطر مکین که شما باشید، که نمازگزار باشه. بعضی که نماز خون شروع میکنه به اعمال زندگیش، سر کلاسش میره، مکتبش میشه، درسش میره، کشاورزیش میره، هر کاری زندگی که میکنه، همه اینا عبادت البته برای مؤمن. ولی زن مکانی رو که شما نمازگزار نماز میخونه، مسجد میشه به خاطر اون، به خاطر خود اون شخص که خداوند اجازه سجده رو بهش داده. یکی یه مسجد دیگه هست که مخصوص همیشه برای نماز، این یه جای مشخصیه، یه زمین شما برمیدارید مسجد درست میکنید، و در اینجا هیچ کار دیگه ای جز نماز نیست. این مکان مسجده. فرق مکان با مکین در همینه. خب اولین مسجدی که تأسیس شد در اسلام، شما نگاه کنین که دعوت نبوی را خداوند چطوری برکت داد. با یک مسجد، الان میلیون ها مسجد تو دنیا هست، با یک نفر دعوت آغاز شد، الان میلیاردها. و اولی مسجدی که تأسیس شد مسجد قبا بود،
قبل از مسجد النبی. و کسانی که مسجد بنا کردن بنی امر بن عوف بودن، فرزندان امر بن عوف. منافقان اینجا میخواستن سوء استفاده کنن، در به شکل مسلمان و به شکل طاعت که هدفشون هدف دیگریه، هدفشون سنگرسازیه برای دشمن. اومدن یه مسجد دیگه درست کردن. اینا در مقابل فرزندان عمرو بن عوف که مسجد قبا رو درست کرده بودن، فرزندان غن بن عوف اومدن این مسجد درست کردن بر رقابت. بس این حزب‌بازی ها دو دستگی از قدیم بوده، بشر هم بشره. و وقتی که رقابت باشه این زیانبار میشه برای مسلمانان، ضرر زیان داره، همچنان که الان رخ میده. شما میبینید یه جایی مسجد درست کردن، بغلش مسجد دیگه درست میکنن، بغلش مسجد دیگه درست میکنن، چه خبره؟ همش به خاطر رقابت. هر جایی که مسجدی برای رقابت درست شده باشه، نه به خاطر نیاز و نه به خاطر الله، چون این مسجدی مسجد ضراره. فرق هم نمی کنه مسجد شیعه باشه یا سنی، درجه ضرار بودنش فرق میکنه. هر مسجدی، هر حوزه‌ای، هر نهادی، هر نهاد دعوتی، هر تلویزیونی، هر برنامه‌ای که برای رقابت باشه، این صفت رو داشته باشه، برای آوازه باشه، برای چشم همچشمی باشه، اینا ضراره. و یا برای ریا باشه. وقتی مسجد ضرار که مثال زده، قرآن یک نمونه، یک مثاله. هر چی که صف مسلمان ها رو متفرق بکنه، ضرر بزنه، ضراره. ممکنه یه نفر بگه که خب این یه پدیده خوبیه، چرا یه مسجد، صد تا مسجد باشه؟ این اگر در راه خدا باشه، بله. اگر نه، چشم هم چشمی باشه، رقابت باشه، این یک پدیده مرضیه در ایمان انسان. شما وقتی یه مسجد میبینید دو صف کامل نیست، بعدش چند متر بعدش میبینی یه مسجد دیگه هست، مسجد سوم، چهارم، چه خبره؟ برز اهلیت میگن این همه مسجد ضراره. مسجد به معنای خاص، همین که عرض کردم، شما مکان مشخصی رو معین میکنی برای مسجد درست کردن، هیچ چیزی دیگری جز عبادت اونجا انجام نمیدید. ولی وقتی پیامبر خدا علیه السلام دید یه نفر رو در مسجد یه چیزی که ازش گم شده صدا میزنه، پیامبر فوری جلوش رو گرفت، که خداوند این گم شده تو پیدا نکنه، مسجد جای اینه. یه شخصی یه چیزی رو گم کرده، پیامبر مانعش میشه، میگه نه، اینجا عبادتگاهه. اون موقع بیا سینه بزنی، زنجیر بزنی، لخت بشید، نصف لخت بشید، قلیون بکشی، اینا بتخانه، مسجد نیست. مدعیان تشیع اسلام اینطوری خراب کردن، تخریبش کردن. ولذا ایران بیدین‌ترین کشور دنیا اسلامه. شما وقت داخل مسجد میشید، به نیت اعتکاف که در حضور پروردگارت باشید. خارج از مسجد خیلی وقت است، در مسائل دنیا خارج از مسجد کافیه. ولذا اینا خواستند که اینایی که مسجد ضرار درست کردن، که نفاقشون رو در سنگر خود برای نفاقشون یه سنگری داشته باشن، لیکن شکل خرمقدسی باشه، شکل طاعت باشه. ورز آمدن پیش پیامبر که ما یه مسجد درست میکنیم،
در صورتی که هدفشون تفرقه بین مسلمان هاست. یعنی چی؟ تعدادتون کمه، یه مسجد چند نفر اینجا چند نفر اینجا، اونا میخواستن نه، ما وقتی اینجا میشینیم سنگر میشه، هر چه دلشون میخواد حرف میزنیم، توطئه چینی میشه. وقتی پیش پیامبر بیان این کار رو نمیتونن بکنن، ورز این مسجد درست کردن، از پیامبر خواستند که برشون نماز بکنه. پیامبرم وقتی که داشت میرفت تبوک عذرخواهی کرد، گفت وقتی بر میگردم، هنوز خود پیامبر خبر نداره. و بعد از که برگشت خداوند بهش خبر داد و ضرار به معنی مضرته، به معنی ضرر رسوندنه. این که از مسجد مسلمان ها دور بشن، خود جای دیگه خودشون رو خلوت کنن، هر چی دلشون میخواد اونجا انجام بدن. و در این حال جماعت مسلمان ها رو متفرق بکنن. همطور که عرض کردم، تکایا، زینبی ها، فاطمی ها که آخوندهای مشرک برای تفرقه و فحاشی و جاسوسی درست کردن، چه در ایران، چه در سوریه، چه در عراق، این همه مساجد ضراره و تفریق هم بین المؤمنین و برای تفرقه بین مؤمنانه. هر چیزی که مسلمانان رو متفرق بکنه، هر امر ضرری که به مسلمانان ضرر برسنه، حکمش همینه. اسلام میخواد وحدت اسلامی چطوری نشون داده میشه؟ نماز جماعت، نماز جمعه، نماز تراویح، نماز حج، اینا مظهر وحدت مسلمان های. شیعه تا تونسه اینا رو تفرقه آورده، تکه پاره کرده. مسلمان رو میبینید مثلا در طول هفته هر جا میتونه نماز بخونه، اما جمعه رو نه، فقط حتما در مسجد باشه تا هم دیگه رو ببینن، ایدشونه. اینا میان ارساد لمن حارب الله و رسوله من قبل، کمینگاه درست میکنن، سنگر درست میکنن که مراقب مؤمنان باشن. و ورزا این شخص که سابقه عداوت هم با پیغمبر داشت، او ازشون ابو عامر فاسق یا ابو عامر راهب ازشون خواسته بود که یه پایگاهی براش درست کنن. این خودش در جاهلیت نصرانی شده بود. دوران جاهلیت، محیط جاهلیت عرب محیط ادیان نبود، بیدینی بود، دعوتی نرسیده بود، بقایایی از دین ابراهیم مونده بود فقط. و کسی که مثلا سفر میرفت و دینی رو میدید، شام میرفت، یمن میرفت، کسانی رو میدیدند که مثلا که مسیحی هست، این آقا مسیحی شده بود. خب وقتی مسیحی شده بود آمد شروع که به دعوت کردن و اطرافیانی پیدا کرد. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد، این آقا نزدیک بود که به عنوان ریاست اونجا انتخابش کنن، این ریاستش به هم خورد. امروز هم دشمنی با توحید و عدم قبر پرستی برای همینه که دکانهای آخوندها رو و پیرپاتارها رو میبنده، ریاستشون از بین میبره. این آقا هم همین کار رو کرد، با پیامبر دشمنی کرد. حتی در احد گفت که اگر هر قومی با تو به جنگی، من با او خواهم بود. یعنی در نفاقش لجاجت داره، در دشمنیش. یکی از علامت های منافق هم همینه. خب وقتی مدینه مسلمان شدن، این فرار کرد مکه، مکه مسلمان شدن، فتح شد، فرار کرد به طائف. وقتی طائف مسلمان شدن، جایی پیدا نکرد، رفت به طرف دولت روم، شام. بعد به منافقان نوشت که یه پایگاهی، یه مسجدی درست کنید که برای من پایگاه باشه.
من دولت روم قدرت نیرو طلب میکنم، میام به طرف شما تا اینکه محمد و یاران شو از اونجا بیرون کنم. نقطه مهم اینه که همه این فرقه های باطل از قدیم و جدید اینا جنبش های سیاسی بودن و همیشه هم از امامت گرفته و مدین تشیع یا تابهاییت قدرت های بیگانه پشتارشون بوده. و حالا چرا علی علیه السلام از امامت حرف نزنه؟ یه سرباند یهودی به نام خاخام ابن عبدالله ابن صبا یمنی بیاد امامتشو مطرح کنه؟ برای که هدف سیاسی داشتن. و اینایی که این مسجد رو درست کردن به خاطر کفر، به خاطر تفرقه، به خاطر ایجاد عداوت بین مسلمانان و منتظر بودند که این ابو عمر فاسق از مدینه برگرده، ببخشید از شام برگرده تا محمد و علیه السلام بیرون کنند از مدینه، همچنان که منافقان امروز به رهبری خامنه‌ای و سیستانی و بقیه باندهای دینی سیاسیشون با آمریکا برای ویران کردن افغانستان و عراق همکاری کردند و به اعترافشون اگر تهران نمی بود کابل و بغداد سقوط نمی کرد. الان هم با دجالگری خامنه‌ای برای که رد پاشو گم کنه به اصطلاح خواستار اخراج امریکا از منطقهش. خب اگه تو خیلی زیاد امریکا هستید چرا امریکا رو آوردید باش همکاری کردید در افغانستان و در عراق؟ خب منافقان قدیم چرا پیغمبر رو میخواند وقتی هدفشون این چنینه؟ برای که به مسجد خوشون ظاهر تشریفاتی و رسمی بدن. فکر میکردند که این توطعهشون نقششون میگیره، لیکن خداوند پشتیبان پیغمبرشه و پشتیبان دینشه، منافقان رو رسوا میکنه، حقیقت مسجد و حقیقت پایگاهشون رو روشن کرد. امروز هم میبینیم منافقان ولایت تراش به اصطلاح خودشون کنفرانس های وحدت تشکیل میدهند. چرا؟ برای که رد پا گم کنند، برای که مردم رو فریب بدن. عذر میخوام، باید کنی سرده اینجا. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بنابه حکمتی گاهی از منافقان تغافل میکرد، نه غفلت، تغافل، یعنی گویا چیزی نشنیده. در ابتدا رسواشو نمیکرد تا به خاطر دوراندیشیش، تا اینکه کسی که دوره نگن که محمد اصحابشو با اصحابش میجنگه و رضا میخواد اسلامو از بدزبانها در امان نگه داره. لیکن بعد از اینکه امرشون ظاهر شد، خداوند اونها رو فاش کرد، پیامبر سه نفر رو فرستاد بر خراب کردن این مسجد: مالک ابن دخشون، عامر ابن سکن و وحشی قاتل سید و شهدا حمزه و من ابن عدی. این چهار نفر رفتن این مسجد رو خراب کردن، در جاش آشغالدون گذاشتن. اشغالدون شد. این چون بود که اون افغان رسوا شدند و اینو در دل خود نگه داشتند. خب تا اینجا توقف کنیم، انشاءالله بقیه رو بر جلسه بعد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بر این موضوع دوممون دو سه دقیقه شما برای که معطلتون نکنم عنوان رو تغییر میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب برنامه تاریخیمون راجع به یکی از سلاطین آل عثمانه. در جلسه گذشته ذکر شد که حزب اتحاد و ترقی که تابع یهود دونمه بود، یه دونمه بعضی از سرزمین فلسطین و زمین ها رو در فلسطین به یهودیان داد که موقع این حاکم بودن. یهودیان و دونمه کی هن؟ داستان اتحاد و ترقی چیست؟ آتاتورک کیه؟ چرا خلافت عثمانی، خلافت اسلامی عثمانی سقوط کرد و این خلیفه‌ای که حاضر نشد یک وجب از خاک فلسطین رو بفروشه کیه و سرانجامش چی شد؟ خلیفه‌ای که حاضر شد مملکتشو از دست بده ولی یک وجب از خاک فلسطین رو از دست نده، سلطان عبدالحمید دوم، شخصی که به هرسل مؤسس فکری دولت صهیونیستی است، دولت اسرائیل. ایشون گفت که پیشنهاد پول داده بود. همیشه مردم اول یا با پول میخرند یا با زن. ببخشید، ایشون گفت که من نصیحت میکنم که آقای هرسل بار دیگه در این موضوع فکر نکنه، فلسطین ملک من نیست تا من بتونم یک وجبشو بفروشم. فلسطین ملک مسلمانانه، مثل ملک همه مسلمانانه. اجداد من عثمانی ها صدها سال جهاد کردن بخاطر این سرزمین و امت من خاک اونجا را با خون خودش آبیاری کرده و نصیحت من به یهود اینه که میلیون هاشون حفظ کنن. وقتی که دولت خلافت تجزیه شد، اون موقع بدون پول دادن اونو بگیرید. اما اینکه من زنده ام، به خدا قسم که اگر چاقو رو در بدن من
بزنید و برو تکه پاره کنید، برای من راحت تره که من فلسطین رو تکه پاره ببینم. خاتم مسلمانان عبدالحمید دوم، این جزی از نامشه. مؤلف میگه که من چیز عجیبی که در بررسی تاریخ برام قابل ملاحظه بود، وقتی من تاریخ دولت های اسلامی رو خوندم به موضوعی برخوردم که شاید بعضی از مورخان اونی بیه اینو جنون تعبیر کنن برخلاف اون چی که مردم معتقدن. میگه من در نهایت هر دولت اسلامی میبینم که یک نفر از قهرمانان بلند میشه تا اینکه این دولت از سقوط باز داره و چنان عظمتی پیدا میکنه که در نسبت به اون دولت باید یا مرکز اول یا دوم یا سوم در نردبان عظمای اون دولت قرارش بده. میگه مثلا عبدالرحمن داخل در نهایت دولت خلافت اموی ظاهر شد و در آخرین روزای خلافت عباسی یه خلیفه عباسی سر بلند کرد که بسیاری اونو نمیدونن، مستنصر بالله عباسی. میگه این چنان شخصیتی بود که مورخان اونو به خاطر عدلش و علمش به صحابه تشبیهش میکنن. یا سلطان قهرمان نجم الدین ایوبی، آخرین سلطان ایوبیان و دومینشون در عظمت بعد از صلاح الدین ایوبی، قبل سقوط اندلس ظاهر شد. ابو یوسف یعقوب منصور مارینی که پیروزی های بسیاری رو برای مسلمانان آورد، بعضی که ده ها سال بود که مسلمانان هیچ پیروزی نداشتند، این چونی بود قبل سقوط اندلس ظاهر شد، ببخشید ایشون بود نه صلاح الدین ایوبی، اون جدایه. و آخرین سلطان مملوکی قرنسو الغوری، این شخصیتی بود که مکه و مدینه رو از اشغالگران صلیبی و رافضی باز داشت، چون اینا با هم متحد شده بودن. و بعد از اون، بعد از قرنسو الغوری، این وظیفه رو سلطان عثمانی اول، سلطان عثمانی سلیم اول به خوبی انجام داد. بلکه خود غوری کشتی هاش رو به هند فرستاد برای مقاومت در مقابل باندهای صلیبی و از پرتغال. اما در داخل دولت خلافت در نهایت شکبتل یک قهرمان اسلامی بزرگ که در عظمتش شبیه اجداد خودشه، مثل سلطان محمد فاتح، مثل سلیمان القانونی، این شخصیت هم ظهور کرد. و این شخصیت بزرگ اسمش خلیفه عبدالحمید بن عبدالمجید، همون شخصی که در کتب تاریخ اونو به نام عبدالحمید دوم یاد بکنن. میگه من قبل از اینکه راجب عبدالحمید حرف بزنم، میخوام راجب این پدیده عجیب که الان ذکرش کردم حرف بزنم، که چرا بزرگان در نهایت هر دولتی در میان مسلمانان در هر سلسله میبینید در نهایتش یه قهرمان بلند میشه، و چرا اینو نمی این قهرمانی که سر بلند میکنه چرا نمیتونه از سقوط دولت جلوگیری بکنه؟ میگه من یه تفسیر علمی بر این پیدا نکردم که این مخصوص دولت های مسلمانه، لیکن من چند فرضیه پیش خودم میذارم برای این معما، چند فرضیه دارم. یا که این مدت حکم این قهرمان کوتاه بوده، نتونسته به حد کافی اصلاحات انجام بده. وقتی مدت وقت کوتاه باشه، آدم نمیتونه هر آنچه را که میخواد اصلاح بکنه. یا اینکه در زمانی ظاهر شده که اصلاحات سودی نداره، به خاطر میراث شکست و فسادی که در شخص سابق بوده، یا اینکه
خودش پدا یک توطعه شده باشه. میگه به استثناء کم وقتی مدت کم همه سه عاملی که من ذکر کردم راجع به خلیفه عثمانی عبدالحمید دوم صدق میکنه، برکه خلافت را بعد از کلیدهای خلافت را در استانبول بعد از یک سلسله سلطانهایی که سلطنت عثمانی رو ضعیف کرده بودند به خاطر اسرافشون، به خاطر تبذیرشون، به خاطر ولخرجیهاشون در چنین وقتی سر کار اومد. چون بسیار سعی کرد که دولت خلافت رو اصلاح کنه و نزدیک بود که موفق بشه، لیکن یک موضوعی رخ داد که من اونو توطئه بزرگ می نامم و این توطئه بزرگ هم سبب شد که سلطان عبدالحمید نتونه. و این توطئه بزرگ از زمان عبدالحمید هم شروع نشد، بلکه خیلی قبل از اون شروع شده بود، بلکه آغاز این توطئه از زمانی بود که دو تا برادر بربروسا از اون موقع شروع شده بود و میگه قبل از اینکه من در این موضوع بیشتر حرف بزنم که چرا که علتهایی را ذکر بکنم که چرا قادت رهبران بزرگ نتونستند از سقوط دولت هاشون جلوگیری کنند وقتی در آخر وقت سر بلند کردن، لیکن این سبب ممکنه یکی از دو چیز باشه که مسلمانان و عموماً و چه اندر رهبرانی یا چه خود مسلمانان از بقیه جدا میکنه. بلکه عظمت مسلمانان در اینه که بزرگانشون در وقت شدت ظاهر میشن. میگه اگه یادتون باشه ما برادران بربروسا را، اروج و خیرالدین بربروسا را، خدا رحمتشون کنه، اینا را ذکر کردیم. اینا مسلمانان اروپایی رو از چنگ محاکم تفتیش که دادگاه انقلاب امروز باشه نجات دادن. به دستور خلفای عثمانی خدا بهشون خیر بده ده ها هزار مسلمان رو از اروپا به جزایر و شمال افریقا منتقل کردند بر پشت کشتی های ناوگان عثمانی و مسیحیان متعصب اسپانیا هم نه فقط مسلمانان میکشتند بلکه هر کسی که کاتولیک نبود میکشتنش، حتی اگه مسیح پروتستان بود می بود. و یهودیان هم قربانی این ترور از اسپانیای کاتولیک شده بودند، قربانی این تروریست شدند. علی رغم همه خدماتی که یهودیان برای اسپانی ها بر علیه مسلمان ها انجام میدادند، لیکن در وقت نجات جز مسلمانان نبودند که اونها رو نجات بدن از تروریسم تندروان مسیحی در اسپانیا. و این دو برادر بربروسا با کشتی ها خودشون اونها رو، یعنی یهودیان رو، به سرزمین مسلمانان آوردند تا درسی باشه، مسلمانان درسی بدن برای دیگران، نمونه‌ای باشند برای تسامح دینی. و این هم فقط نه، بلکه خلافت اسلامی عثمانیان خانواده یهودی رو که از روسیه و فرانسه و انگلستان فرار کرده بودند، بعضی که اینا یهودا رو ترد کردن، اینا فکر میکردن به خاطر خیانت یهودیان نمیتونن باشون زندگی کنن، امروز بر ببین افراط تفریطشون، امروز کسی نمیتونه بر هولوکاست ایراد بگیره خلاص محاکمه میشه. اون موقع چنین میکردن، یهودیا رو بیرون میکردن که اینا خائن، نمیشه باشون زندگی کرد بر حسب ادعاشون. لیکن مسلمانان از پیغمبرشون یاد گرفتند که بر کسی حکم همه را به یک چوب نزنند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با یهودیان در مدینه عهد و پیمان بست، با صلح و صفا زندگی کرد تا اینکه خیانت های متکرر از طرف بنی قریظه صورت گرفت که دروازه شهر رو برای در جنگ احزاب باز کردند که مسلمانان کشته بشن. وقتی این خیانت دیدن بیرونشون کردن.
لیکن اسلام کشتن هیچ یهودی یا مسیحی رو به خاطر دینش جایز نمیدونه و این تسامح دینی رو جز اسلام هیچ کسی در دنیا نتونسته پیاده بکنه، هیچ دینی. و همچون که در قرطبه در اندلس مسلمانان 800 سال زندگی کردند، مسیحی کشی و یهودی کشی نکردند، بلکه اینا در زیر سایه دولت اسلام به راحتی زندگی میکردند. مهم این که مسلمانان عثمانی یهودیانی را که در اروپا سرکوب شده بودند مهمان خود قرار دادند، اکرامشون کردند، حتی در شهر سالونیک یونان بهشون زمین دادند که تابع خلافت عثمانی بود، تا در زیر سایه دولت عثمانی در کمال امن و امنیت زندگی کنند. و رئیس جمهور ترکیه وقتی که نخست وزیر بود در سال 2009، شیمون پرسو به این موضوع روش متذکر شد که ما با شما چونی کردیم، شما بیاید اطفال مسلمان ها رو میکشید. لیکن با این حال بعضی از یهودیان نمک خوردند و نمک عثمانیان خوردند و نمکدان رو شکستند و قول ایرانی ها سعی کردند دولت عثمانی رو نابود کنند، ظاهران با تقیه اظهار اسلام کردند تا به منصب های بزرگ برسند. اینا رو میگن یهود دونمه. دونمه یعنی کسی که از یهودیت برگشته به زبان عثمانی، به زبان ترکی عثمانی، کسی که از یهودیت برگشته، شاید هم معنی هدایت شده باشه. مهم اینا به مقامات بزرگی رسیدن در، ولی مخفیانه با انگلستان و فرانسه و جنبش صهیونیستی که هدفش برانداختن خلافت بود، مخفیانه با اینا همکاری میکردن. اما وقتی که سلطان قوی به نام عبدالحمید سر بلند کرد، این براشون مانع شد. چیکار کردن؟ یه نامه براشون فرستاد که نامه‌اش انشالله فردا میخونیم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ کلیپ هات. بعد از مرگ یعنی اون اعمالی که انجام میگیرد بعد از وفات ما، از قبیل قرص و فاتحه و تعزیه، از قبیل دفن و قبر و نماز جنازه، این موارد بر حسب سنت پیامبر مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. مسلمان وظیفه دارد وصیت بکند، نگو اینو به صلاح واگذار نکند به اولیا و به وارثانش که اونا هرچی میخوان انجام بدن. مسلمان هستی وصیت باید بکنی که بعد از من حق ندارید شما قرص و فاتحه و بدعت بکنید. این وصیت واجب است بر هر فردی از ما و شما، چون ما نداریم در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرص گرفتن، این فاتحه خوانی که مرسوم است در جامعه ما، این بدعتی بیش نیست. نفس تعزیه ثابته، مسلمانی پدرش، برادرش، مادرش فوت کرده، اونو در مسجد میبینی، در بازار میبینی، مغازش میبینی، تعزیه عرض میکنی، تسلی میدی. اما این جمع شدن داره هم نشستن و چند روز و مراسم گرفتن، این بدعتی بیش نیست، هیچ توجیهی ندارد.
دوستان این وثیقه رو میبینید خیلی خطرناکه. این شخص رو که میبینید به عنوان یک سپور وارد فلسطین شده. این شخص، این ورقه که میبینید مال شمون پرسه در سال 1935 میلادی که از حکومت فلسطین صادر شده، اداره هجرت و جوازات اونو به عنوان یک سپور وارد فلسطین کرده. همین آقایی که بعدا نخست وزیر شد و رئیس جمهور شد و شمون پرس. این کلیپو هم طرفدار الله هستید که البته الله ماره. این کلیپو دیشب هم بهتون نشون دادم تا بدونید که آخوندها به اسلام اعتقادی ندارن، دروغ میگن. الله هستید که البته الله مال جاویدی عضو مال جاویدت عرب است، الله مال اسلامی نیست. که علی مال اسلامه؟ علی بدون الله اسلام می بود؟ مسلمان می بود؟ الله را قرآن نیاورده است. پس الان باور میکنه که نام علی بهانه بیش نیست؟ نام اهل بیت علیه السلام بهانه بیش نیست؟ ای الله، الله می بود در آن اختلاف می آفید به قدر فرمایید. این آیه کلام الله هست یا کلام نبی؟ هزار بار نه که من بگم، عقل قبل از من گفته است که کلام نبی است. بیا بفرم. عقل جوابشو نمیده، شالاتانی میکنه. عقل گفته کلام نبیه، قرآن کلام نبیه. کجا گفته قرآن؟ صد جا میگه کلام خداه. کلام الله نیست. شما سوال خیلی واضح از من. ببین جوابشو نمیده، شالاتانی میکنه، این ور ور میپره. شما متعددید. شما اشتباه برداشت اشتباه شماست که آب به آسیه به حکام ریخته و میرزیده. اصلا من کاری به حکام ندارم جناب جیان. ببین سوال ساده، قرآن کلام الله یا کلام نبی؟ من قبل از من بپرسم. ببین آخوند خبیث همینه، سوالشو جواب نمیده، هی این ور میپره او ور میپره. چی بگم به شما؟ کلام الله هست؟ یعنی محمد دیده که محمد که الله، که الله جاهلیت یا پروردگار خودش؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله. مگه ببینید اینا مجوسان ولایت هند. وقتی من میگم دجالان ولایت و مجوسان ولایت، برای که میشناسمشون. میخواستم آقای عبدالله اگه ممکنه به صورت مختصر در اون دو فرقه های اهل سنت توضیح بدید. ما در فرقه در اهل سنت نداریم، ما مذهب داریم. مذهب غیر از فرقه. مذهب در مسائل فرعیه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی هیچ فرقی نمی کنن. فرقشون در اینه که بعضی میگه دست مثلا عرض بکنن در دست بستن، میگه اینجا بندی، که میگه اینجا بندی، که میگه نبند. برای که مسئله بسیار فرعیه، اما در عقیده با هم اختلاف ندارند اهل سنت و جماعت. مثلا اختلاف رأیه، اختلاف رأی هیچ، مثل دو تا مفتی اختلاف رأی پیدا میکنند، دو تا پزشک اختلاف رأی پیدا میکنند. ولی یه نفر حنفی شافعی بشه، شافعی حنبلی بشه، حنبلی مالکی بشه، هیچ اشکالی نداره. دقت میکنی؟ یا اصلا هیچ مذهبی پیروی نکرد، غیر مقاله شد، بازم اشکال نداره. عوام کلعنامی حرفا رو نمی فهمند.
بعضاً، و مذاهب در طول تاریخ به خاطر قضایای سیاسی 4 تا مونده، والا 30-40 تا مذهب بیشتر داشتیم. کاش که همه میموندن، برکه کثرت مذاهب دلیل بر سعه و سعه صدر و وسعت و غنای فرهنگ اسلامیه. در برای یک مسئله شما 4 تا راه حل داشته باشی بهتره یا 40 تا؟ معلومه 40 تا راه حل داشته باشی بهتره. آقای ابو صلاح از خوزستان، علیکم السلام و رحمت الله. اگر کسی که روزه باشد و در خواب ظهر جنوب شد، حکمش چیست؟ هیچ اشکالی نداره، به دست خودش نیست، این جنوبی به دست خودش نیست، روزه شد به اتمام برسونه، مشکلی نیست، نه که مشکلی نیست، واجبه به اتمام برسونه. جنوب شدن یا احتلام شدن در روزش هیچ تأثیری نداره، برای که خودش مقصر نیست. امام شیر را زنده می کند یعنی چی؟ در اومد حمید ابن مهران گفت به امام رضا تا تو از گیریم خودت درازتر. این هاش امام رضا تابلو شیر رو به شیر حقیقی تبدیل کرد، خالق شد. با این شو قرآن کلام خدا نیست، امام رضا شیر رو زنده می کنه. دجالگری آخوند رافضی مده تشیع همینه که شیعه را بدبخت کرده و اسلام به مصیبت گرفتار کرده و همه جامعه رو بیدین کرده. یک مش دزد معمم. شد که شیر که معمم چی نشد دوباره. در اومد حمید ابن مهران گفت به امام رضا پا تو از گیریم خودت درازتر کردی، نسبت به خلیفه توهین کردی و از حد خودت بیشتر حرف زدی. حضرت اینجا آقا غضب کرد. وقتی که حضرت غضب کرد در اومد گفت اگه راست میگی بگو این دوتا شیر. آقام نگذاشت و نبرداشت. روایت داره با صدای بلند بمیرم امام رضا غضب کردنش. حلیم وقتی غضب میکنه آقا عالم میلرزه. امام رضا غضب کرد اما دونکما هذا الفاجر، به دوتا صورت عکس شیر فرمود شما دوتا بیایید این فاجر رو بخورید. آقا فل مجلس به همون لحظه دوتا شیر از این صورت ظاهر شد، دوتا شیر حقیقی پریدن. اول اونو تیکه پارش کرد، اون سخوناشو اون دین خورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس. بعد تمامشو خوردن و بعد خوناش هم لیسیدن، هیچی ازش پاک. جمعیت دهنا باز. آره دیگه، جواب این خبیثه همینه دیگه. جنگ علکی درست کردن بین امام رضا و بین هارون رشید که اصلا همچی چیزی نبوده. او امام رضا اصلا خیلی یه جا قبر شدن، در زندگی با هم بودن، ولی عهدش بوده. ولی شگرد آخوند در همینه، هر جا تفرقه ایجاد کنه. باید میگیره از خدا، بگو نگو نان بده، نان میده خدا، بگو هدایت بده، تقوا بده، خدا ترسی بده، ایمانی بده که در اون کفر نباشه، هدایت بده که در اون گمراهی نباشه، توحید بده که در اون شرک نباشه، اعمال صالح بده که در اون بدعت نباشه، یقین بده که در اون شک نباشه. اینا بگید خیر دنیا و آخرت به ما بده، هر چیزی که صلاح دین و دنیا یا و آخرت ما و فرزندان من هست بده. خدایا فرجام نیک، سرانجام نیک، آبرو بده، آبرو. تو مال قارون داشته باشه، آبرو نداشته باشه، هیچه. خدا آمد به ما و شما و بینندگان و موحدمون آبروی نیک بده. طنز آخوند خالی بند، لطفا تا آخر ببینید، بسیار خوب ببینیم. بلا با چشمای خودم دیدم تو خیبر نشست وسط جاده
آرپیجی رو گذاشت روی دوشش با تانگ دوئل بازی کنه. تو خیبر؟ اونم تو خیبر ها. ببینه تانگ زودتر میزنه یا ای زودتر میزنه. ای خیلی جیگر میخواد ها. از اینا چند تا آماده کردیم برای امام زمان؟ از خاکریز اومد این مردم فریبا اینان دیگه، مردم فریبا ساحران و دجالان معمم، مردم فریبان معمم. حالا این صحنه رو توی تلویزیون دیدی، از خاکریز اومد بالا، آرپیجی رو گذاشت، دوید به سمت تانگه، این نشست بزنه تانگه رو، تانگه زودتر اینو زد ها. اینا خیلی جیگر میخواد ها. کسانی که قرار خودشونو برای رزمندگی امام زمان آماده کنند، تیر مستقیم میاد قناسه میخوره به پیشانی نفر جلویی، نفر پشتری نباید پاش بلرزه. یه دقیقه آدم حرفا اینا رو گوش کنه تهوع آوره واقعا. اینه که تو مجلس اینا میشینن به این خاطر که عقلاشون پوک میشه. آرپیجی رو گذاشت رو دوشش، دوید به سمت تانگه، نشست شلیک کرد، دوئل دوئل. بعد شلیک یهو دید آرپیجی رو برعکس گذاشته رو دوشش، خیلی جیگر میخواد. برگشت نگاه کرد دید همه یه نفرات خودی یه گردان آشولاش افتادن. شما حسابشو بکن، اون آرپیجیه که با این خودیا این کارو کرد، ببین با دشمن چی کار کرده. خیلی جیگر میخواد. باز جیگرکی کار کرده باشی که بدونی آقا جون. آقا برای پیشمرد خط ولایت باید آماده باشیم، باید جیگر داشته باشیم. این هوا ها تو عملیات بلفجر 4 نفر بود با دیدبان دشمن وای وای میکرد و با قناسه طرف گذاشت وسط پیشونیش، تو نباید پات شل بشه. سلاحت باید همیشه آماده باشه. بسیجی بود برای چک مسیر خروج گلوله، اینجوری چششو گذاشت رو لوله، شلیک کرد که ببینه لوله سلاحش آماده است یا نه. این خیلی جیگر میخواد. شیمیایی زده بود این طرف ماسکشو سوراخ کرد تا بتونه راحت تر نفس بکشه، ریش نیم رو شد. این خیلی ریه میخواد. میخوام احساسات بسیجی رو بهت بگم. تو میدون مین دنبال یه پروانه افتاد برای کلکسیون مقام عظما. وا 16 تا مین در جا ترکی، اینقدر اینقدرش موند. وا الان همون اینقدر اینقدیاش تو کلکسیون مقام عظماست. کلکسیون میخواد. نباید تاک شل شه. ما اینا رو میخواییم. 313 تا مدیر میخواییم با حقوق، با مزایا، بیمه، ماشین، خونه، ویلا. شما فقط این تحریم محریما رو میبینید پاتون نلرزه. با 6 میلیون کشور تو دنیا هست، ما 200 تا مدیر میخواییم. مدیر میخواییم ها، جیگر میخواییم ها. ببخشید جیگر میخواد ها. داداش دوتا مخلوط دوتا خوشگوش نمیذار تنگ این جیگرها، با نون اضافه آخر شبی بزنیم. پات نلرزه ها، جیگر ها، خوشگوش ها، مخلوط ها. اونم دا خونکی بکنیم. بله آقای
ناصر هدایت شده. علیکم سلام و رحمت الله. دستنگر توحید سروان سرفراز باشید. شما هم کنید. خواستم خبر خوبی بدم. از خوبان جز خبر خوب نمیاد. 4 واحد دیگر در شرق گیلان اضافه شدند. امید است روزی گیلان مرکز توحید بگردد. آمین یا رب. خداوند این 4 تا رو به 40 تا برسونه، 40 تا رو به 400 تا و همچنین همه اهل گیلان خدا هدایت کنه و شما و ایشان را از پیش هنگان هدایت و توحید بگردانه. خدا بهتون برکت بده و به کارتون برکت بده. آقای محمد افراسیاب، شما کلیپ میفرستید ولی نمی‌نویسید که چیه. جناب محمد، آقای افراسیاب، جناب آقای حسینی، ممنون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، در این برنامه با ما بودید. دوست داریم یه جمع‌بندی داشته باشید. لطف کنید موضوعات بنویسید، موضوع چیه تا من بدونم بذارم یا نذارم. شریفی نماینده من است، آیت الله قزوینی. بفرمایید. این شریفی بیچرف نماینده این آقاست. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. امروز هم داریم اعلام میکنیم به همین احمد الحسنی ها، طلبه های فاضل ما نه، بلکه اون شاگردان رتبه سوم و چهارم ما، مثل های شریفی که نه دانشگاه رفته نه حوزه رفته، سکلم نمیدانم داره یا نه. ما گفتیم آقا جان، به وهابیا گفتیم شما بیاید با این مناظره کنید، شکست دادید این رو. بنده قزوینی شکست شریفی را شکست خودم میدانم. آقا جاهل و هیچ کسی نمیتونه شکست بده. امام شافعی میگه که من با هر عالمی که گفتگو کردم برنده شدم، با هر جاهلی که گفتگو کردم برنده شد. این لات لات الوات، شخصی که تو تلویزیون شلوارشو میکشه، این انسانه؟ ولی من اسمشو بیشرف گذاشتم. امروز هم بین احمد الحسنی ها داره اعلام میکنیم آقا این آقای شریفی نه حوزه. تو خودت رسوا شدید، برو به 4 کلمه حساب یاد بگیر بهتره. درس خوانده نه دانشگاه رفته، فقط بحث های ما را تو این رسانه ها دیده. با این مناظره کنید، اگر شریفی را شکست دادید، بنده قزوینی شکست شریفی را شکست خودم میدانم. یقین دارم. خب شکست خودت بدونی بعدشی. یقین دارم که نمیتوانید به یک اشکال از هزاران اشکالاتی که ایشون داره شما جواب بدید. بله. فعلا که خودت هم اوت شدید. طنز نصیحت آخوند. یکی از مباحثی که فکر کنم خیلی مطرح باشه، خیلی جای تأمل داشته باشه و مهم باشه، این که اول چیزی که به ذهن شما میرسه چیه؟ با سلام، سوال خیلی پرمغزی بود، خیلی دیگه پرمغزی بود، یعنی خارج شده بود اصلا که به ذهن هیچ کس هم نمیرسه. این روزا اولین چیزی که به ذهن هر کسی میزنه وضعیت پدر پدر سوخته نظام مقام مزمای ولایت. چی شد؟ وسط گفتگو تلفن زنگ زد. آقا خیلی طبیعی بود، با عجب طبیعی بود این صحنه، یاد فیلم طبیعت بیجان افتادم. الو ببخشید. الو سلام، همین توی؟ برو کجایی؟ سر قابه ما. اونجا چی کار میکنی؟ هنوز نرفتی بیمارستان؟ برو بچه. ای بابا، مگه من بهتون نگفتم من نمیتونم برم؟ من گرفتارم اینجا، الان دارم با جاها صحبت میکنم، نمیتونم. با جاها کدوم خریه؟ با کارشناس برنامه. خب بالاخره میخواد چیکار کنی؟ میری یا نمیری؟ برو بابا، رفتهاش پشیمونه. همین من دیگه چجوری به تو بگم؟ پاشو بیا راست ببین چیکار میتونی بکنی؟ میری یا نمیری؟ میری؟ برو بابا حالت خوشه، تو اون برنامه کشتی تو ارجا کن، برو بابای تو اون پدر ولایت مداره. ببین حرفایی که این داداشت زد تو سناریو نبودا، بود همچین فضاش محاربی بود. گریان چیه؟ والا واقعیتش اینه که من امروز پدرم تصادف کرده،
پدرتون دست دفت گره، مبارکه انشالله، مبارکه مبارکه، انشالله به سلامتی رحلت کردن و هنوز نه رحلت دیدن. خودنشون بیمارستان، از بیمارستان من زنگ زدن، من هم که برنامه دارم نمیتونم برم. به داداشو کوچکترم زنگ زدم گفتم که تو پاشو برو. ولی چند ماهیه با پدرم رابطش یه ذره به هم خورده، یه ذره گوش نمیده به هم، قهر کرده با بابا. قهر کرده؟ تو نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته بچه‌ای با پدرش قهر کنه. من که تا حالا نشنیدم. اولین باره. البته آخرین نمونش خود من بودم، برای اینکه کارم به قهر کردن با پدرم نکشه، دادم آتالو گیلانی کشتش. اعدامش کرد. اینو تو بهش گفتی؟ آره. حالا زنگ زدم گویا جای دیگه است. نمیدونم چیکار کنم. به نظرم تنها راهی که برامون میمونه اینه که یه بار دیگه با مقام عظمای ولایت تجدید بیعت کنیم. عجب حرفی زدی. کاملا درست. حالا خلاصه نمیدونم چیکار کنم. هر چی بهش میگم. چی رو هر چی بهش میگم؟ آقا تو هم گرفتی به مقام عظمای ولایت که خر میشه انیشتینه، یه سره داره خودشو جر و واجر میکنه، هیچ حرفشو گوش نمیکنه. بعد تو همچی چی که دیگه خودت که فشار خونت باشه. حالا بگو بیاد اینجا من باشه صحبتی بکنم. پیشنهاد خیلی خوبیه. زحمت میفتید آقا. دوستان میگم زنگ بزنن بیا اینجا شما باش صحبت کنید. بخشش میکنه. نه بابا خواهش. سلام علیکم. آقا اگه زحمت میکشید این شماره داداش منو بگیری. اومدم آقا جواد. حالا بهش بگو بیاد اینجا. دست درد نکنه. باش قربونت. جوش من چای میل دارید بگم براتون بیارم. آره قربونت، فقط یه شیش یه خوری کوچولو از سم آقا موضوع بده بغلش حل شه که دیگه بریم باهاش. سلام. او عجب داداش گوریلی داری؟ من به این چی بگم آخه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ هنوز که بیمارستان نرفتی؟ واقعیتش بشین اونجا شماتش باش تلفون که گفتم واقعیتش من هم اینجا کار تموم شد با هم دیگه بریم. نمیدونم والله چی کارش کنم. پدرم تصادف کرده بیمارستانه، یک ذره این بچه نگران نیست. اون چیزی هم که میگید نیست، منم بچه همون بابا. ولی ولی بی ولی بابا تو هم ولی فقط ولی فقیه. با حکم تعذیرات حکومتی رو تو ملاه عام جاری نکردم و سری بالا بیار بینم کت چاقالو. بابا مثلا منم تو سمرم سینما همش میگه درس درس. چقدر درس آخه؟ میخوام یک کتاب بخونم، درس تو بخون. میخوام برم بازی کنم، درس تو بخون. فهمیدم مشکلت چیه. مغزت کار نمیکنه. مغزت کار دوست داری مف بخوری بچرخی. خب تو باید میومدی مدرسه حقانی پیش این آیت الله مصبا طلبه میشدی، اون وقت هر غلطی دلت میخواست میتونستی بکنی. آجا خیلی مغرور شده، هر چی پدرم میگه یه چیز دیگه جوابش میده. میگه این کتاب سفیده، میگه نه سیاه است. اینجاست که دیگه من باید وارد شم. وقتی بابات میگه کتاب سفیده، تو لالمونی میگیری. نه به خاطر بابات، گور بابای بابات. زنگ میزنی دفتر مقام عظما کسب تکلیف میکنی. ببین قاعده است، دو تا خط موازی هم یه رقت نمی کنن. مگه اینکه به اسم مقام عظما باشون ایشون با من چیز میکنن. بچه ستک بازی در نیاره. چند سالت اینجوری بلبل زبونی میکنی؟ من 15 سالم. و من هم سن و سالت بودم 30 سالم بود. خب گوش کنیم آجا چی میگه. تو خفه شو دیگه بابا. اصلا پارازیت میندازه. اسم چیه؟ حمیدست. بی خود میکنی حمیدستی؟ واسه همینه که به این نکبت افتادی دیگه. اگه اون بابای تصادفیت اسم تو میذاشت سیدعلی خامنه ای، الان ترکه ای بودی، مشکل اضافه وزنم نداشتی. حالا میری دیدن اون بابای قزبیتت یا باباتو بیارن جلو چشماتا. من بهش کلی گفتم، اینقدر زنگ زدم گفتم بلندشو همین برو. الان من که نمیتونم سر برنامه. تنها کس که میتونه توی دیگه. باز لحش میکنه گوش نمیکنه حرف. با تو هم خفه بمیری دیگه. ای برنامه. فکر می‌کنی همچین برنامه اسکار داری اجرا می‌کنی؟ اگه آدم بودی خودت پا می‌شدی یه ترکی پا می‌رفتی اون بابای جاسوس پرورتو می‌دیدی دیگه. یه سناریوی باسمه‌ای هم غالب کردی و ما هر خری می‌فهمه داریم اینجا فیلم بازی می‌کنیم. ما خوش کردی حرف آجا رو؟ بله. مبارک انشالله، مبارک انشالله، مبارک. امیدوارم. با اجازه تو آجا من از حضورت مرخص میشم. حالا کجا میری؟ بازم وایستاده سرتق واسه گریپ فروت داره باره نگاه میکنه. اصلا ولش کن بابا رو، برو ثبت نام کن بسیج، یک کیک و ساندویچ بخور، جای 100 تا بابا برات در اومد. بله آجا خیلی زحمت کشید. اون داستان علمی ما چی شد؟ اون نیکوتین بدنمون رو باز
تلف این موضوع کردیم دیگه. ما اومده بودیم اینجا راجع به وضعیت نظام صحبت کنیم. تو هم سر خر و کش کردی رفتی سمت مسائل خانوادگی. البته وضعیت نظام هم یه چیزی تو همین مایاست ها. میدونی؟ آقا عظما با اون جسم نامتش تصادف کرده. ایشی هم نیست بره عیادتش. الان این برنامه خیلی داره طبیعی اجرا میشه. میدونی؟ برنامه میکنی. داره طبیعی اجرا میشه. این مثل که اون ابتداها بوده، تازه داشته چیز میکرده، تمرین میکرده. آقای محمد عارف اینو دیشب گذاشتم. آقای محمد هدایت شده از اهواز. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله ماه مبارک رمضان ماشاءالله قلوب شیعیان را توحید نورانی کرده. امشب هم به هدایت یافته دیگه پیام داده شد. شوهر خواهرمون که مدت پیش داستان هدایت فرستاد و از شما بینندگان خواست برای هدایت شوهرش دعا کنید. الحمدلله بعد از یه خورده بکش بکش راهش را پیدا کرد. خدا را شکر. خدا بهتون خوش خبری بده. خدا را شکر. آقای سید احمد از نیمروز. استاد عزیز تو گوش از اذان بدیم اول تو گوش چپش قامه کن. این برای کسی که تازه متولد میشه. بله باید با صدای آرام یعنی حدی که بشنوه. کلیپتون خانم نفیسه هنوز نیومده. در مورد زکات فطر آیا درست نقدی داد؟ بله درسته. در مثلا هنفی درسته. اون موقع نقدی چی نبوده. اون واسه فرق کرده تا الان. امروز نقد شاید برای فقیر مفیدتر باشه. کلیپ کشته شدن جوانهای افغانی به دست ماموران ایرانی در مرز ایران و افغانستان دو روز پیش. اعوذ بالله. آقای محمد امین از سرخس خدا خیرتون بده. دولت کو دولت کی جواب کی رو داده که تو جواب ما را برسو از ما به حساب انتقام بگیری یا دست داد ما را به جای برسو کو کی دولت رفتن به ایران به کارگری می رفتن سای به مرز ایران به مرز شرجی بوده به مرز نامه دو خبار بوده از اونجا به سابی داره من با آب دارن نامرز آمون اینا رو با آب نمی دادن می بردن بردن نا خونه را زد و نتو گم می کردن زخم زخم می کردن آره می کردن نامرزایش از افتاد نفر جوان از شما به دریا غرق کردن شما از خدا نمی ترسین به نام خودش جمهوری اسلامی همین هم از او خبر داره با خدا این هم از داره بهتر از ننگ با اونا که نام اسلام زخم می زنن جوان های مسلمان ها را برای کارگری برن روی مجبوری برن این وضعیت که این بری کشور است این بار اول نیست. من خودم از قریه صحبت میکنم که این هشتمین شهید هست که ما غرور قریه میبرد ته یعنی چند سال؟ ته یعنی نیم سال از او قریه صحبت میکنم. اما خب وقتی که گوش شنوا نباشه وقتی کسی نشنوه و درد مردم رو دوا نکنه هیچ فکر نمی کنم گفتن ما هم هیچ فایده نداره. قاچاق اینا بار من نداشتن اینا آدم ربایی اینا نمی کردن مواد مخدر اینا نمی با کدام دلیل تو اینا رو به آب میندازی و با کدام دلیل شلیک میدونی کدام قانون امیر اعلان رو به کدام
اینکه شما از ایران اینترنشنال گرفته ولی کشته شدن جوانهای افغانی نیست، درباره اونهاست. آقای ناصر سلام جان، دکتر وقت بخیر. بهتر شما رو پدر توحید خطاب نمایم. خواهش میکنم، در ایران تعداد خیلی زیاد، زیادتر از آن چیزی که مردم فکر میکنند، بیشتر موحد وجود دارد، ولی با احتیاط، چون شرط عقل است، بدون هیچ شکی که مواظب باشیم. شما نمیخواییم مزاحم بشیم، چون شما هم تنها هستید. انشاءالله تا پایان ماه مبارک دوستان شهادتن را از منبر توحید خواهند گفت. خدا بیش و بیشتر کنه، خداوند واحدان را هر روز بیش و بیشتر کنه. آقای رضا از اتریش، آخوند بی حال. رب العالمین و صلی الله. این مثل که مرد و سقط شد، از مشرک های سوپر مشرکه. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام وقد طرق الناس فيها هذا الداء الذي نسأل ربنا سبحانه أن يعجل بكشفه ورفعه وبإعادة سابق سابغ عافيته، أحببت أن أذكر من يسمعني شنو هر سال در رمضان یا بعضی سالها در رمضان می دیدیم، لكن امسال که خدا فرجی بیاره، بإعادة جارية بين ربنا سبحانه وعباده. إن ربنا سبحانه أجرى عادته الجميلة بينه وبين عباده أنه لا يبتليهم إلا بما فيه الخير لهم وبما فيه حسن العاقبة بهم، ولذلك لا ينبغي بنا ولا يجمل أن يسوء ظننا بأقدار ربنا، لا بد أن نحسن الظن بربنا وبما يكتبه لنا. كيف وهو سبحانه الذي يقول فيما بلغه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولذلك قال رجل من الصالحين: استعمل في كل بلية طرقتك حسن الظن بالله عز وجل في كشفها، فإن ذلك أقرب بك إلى الفرج. وقال آخر: كما أن الرجاء يعين على الصبر، فكذلك حسن الظن بالله عز وجل يعين على الرجاء. فإنا قد نستقري أحوال الكرماء فنراهم يرفعون من أحسن ظنه بهم ويتحوبون من تخيب أمله فيهم ويتحرجون من إخفاق رجاء من قصدهم، فكيف بأكرم الأكرمين الذي لا يعوزه أن يمنح مؤمليه ما يزيد على أمانهم فيه. فيا من ضاقت نفسه وعيل صبره وقلت حيلته، لا يسوء ظنك بربك البر الرؤوف الرحمن الرحيم. فكم من كربة نزلت بك فرجها، وكم من بلاء ألم بك كشفه. سبحانه سبحانه ما أقربه منك إذ تدعوه، كيف وهو يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ببینید این تفاوت اهل توحید، اهل قرآن، اهل سنت با اهل بدعت و اهل شرک. همه اعتمادشون بر خداونده، پناهگاهشون خداونده، مردم سوی خدا میخونن. اهل شرک نه، آقا برو فلان قبر توسل کن، امام رضا رو بخون، اینو بخون، اونو بخون. تنز خنددار و جنجالی آیت الله مارکوپولو. عزیز بزرگوار اینجا حضور دارم. خیلی خوش آمدید. اندیشمند، محقق، نویسنده در حوزه دین، از مبلغین خوب کشورمون. چند سالی است که خارج از کشور در مجامع گوناگون حضور دارن. از جانبازان 8 سال دفاع مقدس هستن، دفاع مقدس و
فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم از جانبازان 70% هم هستن، چون دوستان خودشون که خیلی راجبه موضوع صحبت نکردن. جناب حجت الاسلام حاج آقای مکی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. با سلام به امام راحل، امام عشق، امام ناز، امام آس، امام مگور، جیگرش من طلا. حاج آقای مکی، من میخوام از اینجا شروع کنم. شما جانباز دفاع مقدس هستید، امام چه داشت که شما که جوان دیروز بودید و جوانانی همسال شما محو حضور امام شدند و عاشقانه دعوتش رو لبیک گفتن؟ امام عشق همه چی تمام بود، همه چی داشت، آب، برق، گاز، یه خط تلفن رو مگه میکشید یه اوکازیون دوبلکس میشه. اما تنه چیزی که نداشت شانس بود. شانس. شما دوروبری های امام نگاه کن، علی گدا، اکبر لاشخور، ناصر کپک. چرا میگم شانس نداشت؟ چرا میگم؟ همین پریروز با برای بچه ها رفتم برای من هندانه خریدم بردم سر مرقد امام. آقا تا هندانه رو قاچ زدیم دیدیم رنگش سفید، این اون ماست، این ماست. گفتن ای توف دون روح ای امام، توف دون روح از ماهی شانسه. امام عشق این عظمت و اون نفسی که آقای مکتب اشت بشه. الان صحبت کاریزمای امام رو کردیم، یادم تو عملیات بیت المقدس موشک زدن تو پایگاهمون، همه رفتیم زیر آب. بعد 40 روز بعد یه بسیجی رو از زیر آوار در آوردن، ازش پرسیدن خب تو چطور زنده موندی؟ گفت به عشق امام، امام عشق. بعد گفتن نه حالا از شوخی گذشته، جدی چطور زنده موندی؟ گفت هیچ، یه سوراخ زیر آوار بود، شبا میومدم بیرون میرفتم ساندویچ میخوردم دوباره برمیگشتم منتظر برادران امدادگر میشدم. یعنی چنین رابطه‌ای بین بسیجی ها با امام وجود داشت، با امام عشق. اینجورم آقای مکی، تا حالا از فضای داخل کشوری مدا خارج بشیم بریم به آن سوی مرزها و... اما میخوام نگاه خارجی ها رو، اونهایی که مثل ما خب بالاخره ایرانی نیستن، توی این نظام زندگی نمی کنن، رسانه ها اونجا دنیایی از تلاطمات فکری رو برای خارجی ها ایجاد میکنن، رو این بار میخوام از زبان شما بشنم نگاه خارجی ها نسبت به حضرت امام. ببینید من تو برزیل 3 ترم کلاس امام شناسی گذاشتم. امتحان پایان دوره این بود که دانشجوهای برزیلی سرود خمینی امامو با عشق به زبان فارسی بخونن، اما اونا روز آخر سرود کفتر کاکل به سر وای وای اونم با قهر خوندن. براتون دریا آفریقا. بابا قاره آفریقا چیه؟ میگم برزیل. حالا سوال اینه که چرا این برزیلی‌ها تو کلاس چی یاد نگرفتن؟ دلیلش خیلی واضحه. آقا ما میرفتیم سر کلاس، شروع میکردیم حضور قیام. لوئیس داسیتا چگولوالا داسیلوا حاضر. کیالولولو دانات ریوالترز رومارینو حاضر. آلوارو دینامیکو ترانز فلوتی حاضر. رونالدو فیگوراتا لیوریون ناتیچیلیاربو. سرینگ زنگ ما خورد. تازه بقیه حضور قیام مومان واسه زنگ بعد دیگه وقتی نمیمان که ما امام شناسی رو یاد بدیم که امام عشق دارم بگم. ما امام عشق. آقای مولایی در خدمت، فکر میکنم ارتباط تلفن. آره من فکر میکنم که بیشتر باید در طولانیه هشتاد نفر بودن آی محمد امین برادر افغان، 80 نفر دست باشون شکستن، انداختنشون تو آب. از فامیل های ما، از فامیل های ما اونجا بودن. اعوذ بالله. دشمنی اینا و برادرای افغان واضحه. کلیپ، این کلیپ افغان های شهید شده. اسم زید دریا گوشت یه هم برجک های ایران که ما رال رد کلیبی بر تو 10 دقیقه زمان
15 نفر از ما کشته شد، 6 تا. خدا انتقامشون رو بگیره است از این جانوران. با عرض سلام، خسته نباشید، به شما پدر موحد و مهربان دکتر مزنادی. من رسول از آبادان هستم و خانم بنده مدتی قبل به شما قصه هدایتش را فرستاده بود و شما و بینندگان و محمد جان خواسته بود که برای هدایت بنده دعا کنید. علیکم السلام ورحمت الله. و الحمدلله امروز بعد از 2 هفته زور آزمایی با عاید پدرانم توانستم تصمیم خودم را بگیرم، خدا را شکر. زیرا پدر جان خیلی سخته. بله میدونید توی سونی یک دفعه بهت میگن راحت اشتباه اومدی، برگرد اولش اولش قبول نمیکنی و هرچی با خودت خلوت میکنی بیشتر به خرافات و بدعت دین اجدادی خود میرسی. به همین خاطر به محض اینکه فهمیدم خانمم میخواد از کار خود استعفا بده و به وظیفه مقدس مادری و خانداری برسد شک کردم. چی شده؟ چند باری من را به زور به خانه محمد میبرد، در اونجا حرفای عجیبی میشنیدم تا بعد از چند بار برنامه زنده شما را دیدم. به هم خیلی برخورد وقتی میگفتید خدای خامنه ای را به همین گرفتاری برسون تو این دنیا قبل از آخرت. ولی چون مهمان بودم خجالت کشیدم. وقتی به خانه برگشتیم گفتم زن دیدی چی میگفت؟ ای آخونده. خانم با آرامی گفت رسول این آخوندیست. گفت هر کی هرچی به من چی؟ آخونده یا نه؟ خلاصه گذشت تا خانواده محمد را دعوت کردیم. وقتی نشسته بودیم محمد گفت آقا رسول اجازه میدی برنامه همیشگی رو ببینم؟ منم گفتم اختیار دارید. کدام کانال؟ گفت بگرد بعدی. آها خودشه، کانال توحید. وقتی اسم کانال را گفت پدر جان جرقه زده شد. اون شب خوب گوش دادم، نمیدونم به خاطر شنیدن اسم کانال بود، اعتراض و گیر ندادم. خلاصه تا نیمه شب برنامه را دیدم و محمد برای شما چند کلیپ و صدا فرستاد و در حین برنامه محمد واکسن توحید و تزریق کرد، خداوش خیر بده. خداوند از این محمد ها سربازان محمد ابن عبدالله هستند بیش و بیشتر کنه. و مجلس رو با صحبت گرفت. می دیدم خانمم با خانمم به خانم محمد یواشکی نگاه هم می کنن. باز هم دوزاریم نیفتاد. گذشت تا 10 روز پیش با محمد به پیاده روی رفتم و در حین ورزش ناکوت شدم. ولی به محمد گفتم باید اجازه بدی سوال هم را بکنم. 100%. تا قانع نشم نمیپذیرم. آفرین. خانمم پذیرفته و تغییر کرده. میل خودشه. به تصمیمش احترام میذارم. آفرین بر شما. این زمینهاییه که این 300 رو شما داشتید که خانمت از عقیدت جدا شده شما قبول کردید. نصف راه همینه که انسان این چنین 300 رو داشته باشه و انصاف داشته باشه. ولی من باید روشن بشم. از سر کار در مرکز بهداشت آبادان وقتی برمیگشتم 1 ساعت میخوابیدم، بعد میرفتم مغازه پیش محمد و شروع به سوال و بحث میکردم تا 9:30 شب. بعد به خانه مجاهد و قهرمان ابو مریان خداش بیامرزد آمین یارا می رفتیم و کلیپ های شما را حتی سرکار از یوتیوب دانلود می کردم و گوش می دادم و گفته آخر محمد که بیا مقایسه کن. آفرین، این مقایسه مهمه. این مقایسه است که عقل و بیدار می کنه. بله ببین نماز شیعه اونجا که کار می کنی چند نفر نماز قرآن می خوانند؟ آنها که میخوانند از ترس مسئول میخوانند. ببین قسم خوردن شیعه برای یه لیوان آب 1000 قسم میخوانند. ببین چطور مؤمنین خداوند را بازنشسته کردند و امامای خود را جای خدا نشوندند که این دست خداست، اون عین الله، اون فلانه. حالا اهل سنت چی؟ پدر جان بازم سخته، خیلی سخته. خدا یعنی هیچ به هیچ. آخه ما چه گناهی مرتکب شدیم که توی خانواده شیعه به دنبال اومدیم، به دنیا اومدیم؟ گناه مرتکب نشدید، اجرت دو برابره، اجرت مضاعفه. لیا بدل الله سیئاتهم حسنات.
ما ولی اونی که در خانواده مسیحی چی، اونی که در خانواده یهودی چی، اونی که در خانواده بیدین چی، هر کسی، ولی خداوند به همه عقل و هوش و گوش داده. ولی دلم را به صاحب دلها می سپارم و از نو شروع میکنم. الحمدلله که در این سن شما و دوستان را سر راهم گذاشتید. چیزی ندارم بگم، وقت برنامه را نمیگیرم. به به، اینا چیز نیست. پدر جان، میخوام اعلام کنم، تا اعلام نکنم و به زبون نگم راحت نمیشم. این سردرگمی بیراهی خلاص نمیشم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خداوند از امثال شما زیاد کند تا ندای توحید هیچ وقت در میان مسلمین قطع نشود. خداوند بپذیر. از محمد برادر عزیزم و نجیبم تشکر میکنم. از خانم موحدم و شریک زندگیم قابل اطمینانم تشکر میکنم. الله حفظتون کنه. خداوند به شما و به خانواده شما، همسر محترمتون و به برادر ارجمندتون محمد آقا خیر و برکت بده و روز به روز شماها رو بیش و بیشتر کنه تا ایران دوباره گلستان توحید بشه. خداوند به همه ما و شما برکت بده. محمد جان خدا خیرت بده. پس اینو به عربی هم ترجمه بکن تا منتشرش بکنی. بله، شیخ بن باز و حنابله همه رایشون اینه که، یا اکثران، که باید فطریه باید با پول نمیشه. لیکن اینا مسائل فرعیه، مشکلی نیست. مادام کیکی از مذاهب اربعه فتوا داده مشکلی نیست. استاد من عاجزانه درخواست میکنم زمان برنامه رو عوض کنید، چون من هر شب تماشا میکردم الان نمیتونم. آخه به خاطر یه نفر مگه میشه برنامه رو تغییر داد؟ این یکی. دومی که این روزا منم شرایطی دارم، رمضانه و خسته میشم. بعد تکرارش رو نگاه کن. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مرز دعای خیرتون فراموش نفرمایید.